بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان عزیز و ارجمند، هموطنان گرامی، سلام بر شما. سلام و عصر بخیر خدمت همه شما عزیزان. انشالله که حالتان خوب باشه و در صحت و سلامتی کامل باشین. برنامه خودتان هست، برنامه روی خط زندگی، در یک ساعت پیش رو در خدمت شما عزیزان هستیم. بحث و گفتگویی هست که در نظر گرفتیم و در ادامه برای شما عزیزان تقدیم میکنیم. خوب هست که شما هم تا پایان صحبت و گفتگوی امروز بیننده و همراه ما باشید. به برنامه روی خط زندگی خیلی خوش آمدید. مبحث مهم خانواده و روابطی که میان اعضای خانواده هست و اون تفاوت هایی که در اعضای خانواده به ویژه زنان و مردان هست موضوع امروز صحبت های ما هست. مشخصا میخوایم در رابطه با تفاوت هایی که در زنان و مردان در یک خانواده هست صحبت هایی داشته باشیم. یکی از مهمترین تفاوت ها و ویژگی هایی که در زنان و مردان داره بحث او تفاوت های ذاتی هست که در زنان جدا میتونه دسته بندی شود و مردان جدا و یکی از شگفتی های آفرینش میتونه باشه. بیولوژیست ها و پژوهشگران به مراتب و متعدد به این نتیجه رسیدن که زنان بیشتر میتونن درگیر بعضی از رفتارها و برخوردهایی باشن که گره با عواطف بسیار بالا و احساسات خورده و این موضوع برای مردان کاملا میتونه متغیر باشه و شاید خلاف چنین مسئله باشه. مشخصا اگر پیرامون زنان و مردان مطالعه داشته باشیم میبینیم که رفتارها، برخوردها و کنشهای متفاوتی نسبت به دنیای پیرامون، زندگی پیرامون و ارتباطات انسانی خود داره و اگر ما در رابطه با این تفاوتها آگاهی داشته باشیم فکر میکنم که این ارتباطاتی که شکل میگیره به ویژه میان زن و شوهر رابطه محکم تری میشه و از خیلی از مشکلات هم میتونه بدور باشه. مشخصا در رابطه با تفاوت‌های فردی که میان زنان و مردان هست و بیشتر سعی بر این میکنیم که اخلاقیات بیشتر در بحث خود جای بدیم صحبت خواهیم کرد. میهمان گرامی ما خانم احسانی هستند و به اتفاقشان در این خصوص برای شما عزیزان صحبت هایی خواهیم داشت. سلام و عرض ادب خانم احسانی، خیلی خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و بهی نستعین. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان خوب برنامه روی خط زندگی. انشاءالله که همه عزیزان در صحت و سلامتی باشن و همطور هم که در آغاز سال نو هم هستیم، این هم تبریک عرض میکنیم و آرزو میکنیم برای مردممون، ملتمون، که سال پر خیر و خوبی، سرشار از، شاید عنوان بکنیم بهتر، سلامتی، عافیت، تندرستی و بهترینش هم انشاءالله که همه مردم ما شاد باشن. انشاءالله اینا آرزو مندیم. انشاءالله. سپاسگزار میکنم. خیلی خوش آمدید خانم احسانی. برای مردم و زنان فکر میکنم تا اون لحظه ای که سعی میکنن خدا یک دیگر خدا بشناسن برای مدت‌های مدیدی یک موجود ناشناخته باقی میمونن، بنا به اون رفتارهای ذهنی، فکری و خصوصیات اخلاقی و برخوردی که هر کدام داره و خیلی میتونن مرتبط باشه با بحث ذاتشان، اصلا آفرینششان چنین چیزی هست و چنین اقتضا میکنه. اگه ما بخوایم در رابطه با موضوعاتی صحبت کنیم که سبب استحکام هرچه بیشتر در خانواده و در روابط میان زن و شوهر باشه، خوب هست که این تفاوت‌ها مد نظر گرفته شه. اگر تفاوت‌های عاطفی هست، احساسی هست، برخوردی، رفتاری، همه اینها زن در جای خودش و مرد در جای خودش جدا دسته‌بندی میشه و معرفی میشه و هر کدام لازم هست که توجه داشته باشن به این مقوله. از کجا شروع کنیم؟ چه تفاوت‌هایی میان شخصیت یک زن و مرد هست که ما باید توجه داشته باشیم؟ اولویت با کدام ها میتونه بیشتر باشه؟ در زندگی ما یک مقدمه عرض بکنم، این که
در زندگی شاید اینو اصل مرد و زن اصل قرار بدن که خصوصیات اخلاقی همدیگر رو بشناسن، کنش‌های رفتاری همدیگر رو بشناسن. این قطعا در استحکام خانواده خیلی تاثیرگذار هستش. گاهی توصیه میشه خوش اخلاق باشید، اما تا اون قطعا مردها با زنها در خصوصیات اخلاقشون طوری که همون گونه که پژوهشگران هم گفتن کاملا متفاوت هستش. اگر این تفاوت‌های اخلاقی رو هم زن هم مرد به خوبی بشناسه، قطعا تعامل بهتری میتونه در زندگی داشته باشه. وقتی تعامل هم بهتر باشه، سازندگی هم بهتر هست، قطعا زندگی هم رویه خوب و سالمی رو در پیش میگیره. که بهتر ما امروز هم میخوایم همین‌ها رو بررسی کنیم، مورد بررسی قرار بدیم که چه شاخصه‌های اخلاقی زنان و مردان دارن که بیشتر مواردی هم که بررسی میشه کاملا با هم تفاوت دارن. اولین ویژگی یا اولین شاخصه ای که ما میخواییم مورد بررسی قرار بدیم اینه که مردها از لحاظ خصلت اخلاقی که دارن کلی نگر هستن، برعکس زنها جزئی نگر هستن. کاملا متفاوت هستش. اغلب موارد دیده میشه کاملا مردها در مباحث گفتگوها، در هر چیزی که از مردان سوال میشه، چون نگاهشون نگاه کلیه، میگم این خصیصه، این اخلاق شاخصه مردان هست، برعکس زنان هستن چنین این گونه نیستن، جزئی نگرن، خیلی هم جزئی نگریشون زیاد هستش. مثال بزنم، اگر در یک مهمانی خانم آقا با هم برن دعوت بشن، بعد که برمیگردن اگر از آقا سوال بشه که خب مهمونی چگونه بود، قطعاً چیزی که جواب میده میگه یا خوب بود، اگه خوب بوده یا خوب بوده یا بد. یک نظر کلی، یک دیدگاه کلی به همین خاتمه داده میشه. اما خب اگر از خانم بپرسی، خب با یک هیجان خیلی زیاد از تمام جزئیاتش، نوع پذیرایی و اینکه چه نوع غذایی بود و اینکه رفتار صاحب خانه چگونه بود، حتی شاید رنگ سفره، شاید طعم غذا، تمام این جزئیات عنوان میشه. خب این خیلی یعنی جزء رفتارها، شاخصهای رفتاری زن و مردان، یکی از تفاوتاش همین، مردان کلی نگر هستن و زنان جزئی نگر. خب اگر ما اینو دقت داشته باشیم، گاهی خیلی سعی بکنیم اینو یعنی توصیه میشه که یعنی زنها به این واقف باشن که نوع جنس مردها از لحاظ اخلاقی یکی از خصوصیاتشون این هستش که اونها کلی نگر هستن. خب اگر اینو دقت نکنه یا این شناخت نباشه، خب خیلی دیده میشه توی جامعه خانم میاد شکایت میکنه شوهر من اصلا توجهی به من نداره، شوهر من اصلا من براش مهم نیستم. علتم همین که میپرسی، چون اون خصوصیت اخلاقی مردانه، اون کلی نگره، این جزئی نگره. خب توقع داره الان من از همسرم این سوالو پرسیدم، به من گفت این گونه، نه اصلا من براش مهم نیستم. و این اگر اون شناخت داشته باشه، یعنی که نوع جنس مردانه است، خیلی اون دلگیری، اون آزردگی خاطر پیش نمیاد. در واقع مشکل اینجاست که اطلاعی از این خصلت مردانه و ذات مردان ندارن که بیشتر میخوای بر جنبه کلیات صحبت کنن و بله. باعث میشه گاهی اوقات دلخوریایی هم بیاد. بله، دلخوری به وجود میاد و خانم خیلی راحت شکایت میکنه، او خب حتما قطعا حوصله صحبت با من رو نداره یا میگه که من براش مهم نیستم و تمام اینها. پس توصیه میشه که خانم ها این ویژگی مردان رو بشناسن، اونها نوع جنس مرد. حالا گفتیم ما شاخصه ها رو میگیم، چیزایی که غالبا، حالا ممکنه ما یک مرد جزینگر هم داشته باشیم، اما چیزی که غالب هست، خیلی شاخص هست، مردان این خصلت کلینگری رو دارن و برعکس زنا جزئی‌نگر هستن. و از اون طرف این مشکل گاهی هم زنا توقع دارن، مثلا دوباره بریم سر همون، چون مردا گفتم اخلاقا کلینگر هستن، گاهی آقا وارد خانه میشه، خانم خیلی ناراحت نشسته، شاید آلا بچه اذیت کرده، شاید یا هر مشکلی پیش اومده، چون دیدگاهش جزئی‌نگر هستش، گاهی توقع زیادی برای خودش به وجود میاره، میگه خب الان هیچی هم به مرد توضیح هم نمیده، توقع داره خب خود مرد بفهمه او چرا ناراحت است، دلجویی رو زیاد توقع داره از مرد. تمام اینها میگم اون رو شناخت، این شناخت رو نداره که نوع جنس او کلی نگر هستش. خب بنشین به صورت کلی با او گفتگو کن، صحبت کن مشکل چیه، تا او بفهم تو اون خصلت جزئی‌نگری که در خودت داری، همون جزئیات گاهی، حالا باز توصیه میشه که در گفتگوها خانم ها این روایت حال مردان رو هم بکنن که اهم و مهم کنن، تا اینکه نگن که خب مرد حوصله من رو نداشت یا مرا درک نکرد. انشالله بتونن در مباحثشون کلیات رو به صورت اهم و مهم بکنن و توضیح بدن، انشالله مردها هم خودشون بفهمن. خانمی ما توی مرکزمون که هستیم، خواهرام مراجعه میکنن،
و همچنین آقایین. یه آقایی به من گفت همسر من توقع غیبگویی از من دارد. من وقتی وارد خانه میشم ایشون خیلی ناراحته و توقع داره خودش من بفهمم که او چرا ناراحت است، چرا به من نمیگوید. خب من اینقدر در جزئیات نمیتونم، مثلا الان چون ایشون ناراحت است، خب شاید توی دل خودم بگم یا بچه‌ها اذیت کرد یا خیلی چیزهای دیگه، اما او توقع زیادی از من دارد. ببینید باز هم میگم رو همین خصلت مشکل از کجاست؟ ریشه مشکل در همین جاست که او چون خانم ها جزئی نگرن، توقع این داره که خب تمام حواس مرد در خانه با او باشد و تمام چیز را خودش بفهمد، خودش درک بکند، و این توقع شاید میگم اگر اون شاخصه اخلاقی رو بشناسن کمتر این آزردگی و سوی تفاهم ها به وجود بیاد. بسیار. یک مورد دیگه هم باز که میشه گاهی این از طرف مردان از دو رویه از دو دیدگاه صحبت کنیم، اونجا این قضیه از سمت خانم ها یعنی اعتراض داشتن چون اون جنبه اخلاقی رو نمیشناستن. گاهی هم مردها چون نمیدونن این شاخصه اخلاقی زن رو نمیشناسن که او جزئی نگر هست، به تمام موضوعات خیلی ریز نگاه میکنند، گاهی خانم ها متهم میکنه. همیشه مردها در جامعه که گاهی میشنن میگن زن من خیلی پرگویی میکنه، زن من خیلی حساسه، خانم من خیلی به حساسیت های زیادی. اون خصلت اخلاقیشو بشناسیم، بدونیم خب نوع زن ها اینطوری هست، گاهی خودمون رو تعامل بدیم با این خصیصه اخلاقش، درکش بکنیم، بیشتر صحبت بکنیم تا اینکه خدای نکرده باز هم از این طرف این آزردگی خاطره برای خانم پیش نیاد. اینها رو فقط از باب دو مورد عنوان کردیم برای مثال، انشالله که به موارد دیگه هم بپردازیم. دومین مورد یا خصیصه اخلاقی که در زنان و مردان بسیار متفاوت هست، زنان خیلی احساسی هن، خیلی عاطفی هن، برعکس شاید مردان زیاد عاطفی و احساساتی نیستن، عقلگراترن، منطقیترن، توی صحبت‌ها و گفتگوهاشون هم بیشتر استدلالی عمل میکنن، برعکس زنان. زنان کاری به استدلال ندارن، حساسیتشون هم خیلی زیاد عاطفیه، همونطور که خود خداوند هم این شد فطرت رو در وجود زن قرار داد که او رو مادر آفرید بس. چون او عاطفیه، اون مهرورزیش خیلی زیاده، عاطفش خیلی زیاده، برعکس مردان این گونه نیستن. یعنی باز هم میگم شاید الان ما خیلی مرد عاطفی هم داشته باشیم، اما نمونه‌های غالب چیزی که شاخصه عنوان میشه مردها کمتر عاطفی تر و احساساتی تر هستن، زنان اینو بیشتر دارن. باز هم برگردیم توی خانواده، ببینید وقتی که زن حساسه خب خیلی تشنه محبت هست، تشنه گفتگو هست با مرد، خیلی از اینها، اما از اونجا که مرد این گونه نیست، یعنی این ویژگی اخلاقش این گونه هستش که خب او خیلی عقلگرا و منطقی تره، باز هم زن رو متهم میکنه تو زیادی حساسی. نه آقای محترم، اینطور عنوان بکنیم، این خصیصه اخلاقی زن رو بشناس که او حساستر، روحیش لطیفتره نسبت به توی مرد، شاید تو قوی تر عمل کنی، با اقتدارتر عمل بکنی، و اون زن نه، زن احساساتی تر، عاطفی تر، همونطور که ما در شریعت و فقه خودمون هم داریم، گاهی میگن زنا نباید قاضیشن. چرا؟ چون بر طبق احساساتشون تصمیم میگیرن و کمتر شاید از عقل استفاده کنن، و این ویژگی اخلاقی رو اگر مردان توجه بکنن، یعنی بشناسن خانم این گونه است و با نحوه مداراگونه تر رفتار بکنن، گاهی این فرصت رو بدیم او احساساتیه، بذار من هم بیشتر حواسم به او باشه، که خدای نکرده باز هم از اون طرف گاهی مردها متهم میشن، دوباره خانم میاد میگه که مردها رو اون عقلگرایی، یا من شوهر من چقدر خشکه، شوهر من چقدر سخت برخورد میکنه، گاهی حتی عنوان میکنن همسر من چقدر تلخه. نه او تلخ نیست، خصلت مردانش گاهی اون اقتدار و اون نگاهی گفتیم عقلگرا و منطقی بودن که مرد داره جزء خصوصیات اخلاقیش هستش، و این رو زن اگر نشناسه این شاخصه اخلاقی مرد رو، خب او رو متهم میکنه به چی؟ همسر من سخت گیره، همسر من گاهی باز دوباره به من توجه نمی کنه. چرا میگم باز هم احساسات غلیان احساساتی که در زن میشه، خب این توقع رو از مرد داره که خیلی حواسش بیشتر به اون باشه. اگر این دو متقابلن، زن یا مرد، این خصیصه اخلاقی زن رو نشناسه که او خیلی حساس و عاطفیه و در نظر نگیره، خب قطعا دچار دل آزردگی ها و مشکلات پیش میاد، و از اون طرف هم خب اگر باز دوباره مرد متهم میکنه خانم رو که زیادی حساسیت به خرج و توقعی تو زیاد هست، نه توقعی اون زیاد نیست، گاهی نوع
خلقتش، نوع خصوصیت اخلاقیش حساس هست و شاید گاهی این حساسیت ها یک توقعاتی هم به وجود میاره. انشاءالله که نگاه اون نگاهی باشه که شناخت کامل باشه، یعنی خصوصیت اخلاقی همدیگر رو بشناسن، بر این طبق رفتار بکنن، قطعا موفق تر عمل میکنن. بسیار خب، سپاسگزارم که خانم احسان. در واقع شاخصه های برخوردی اخلاقی و رفتاری متفاوتی در زنان و مردان هست، چیز بدی هم نیست، چیزی هست که ذاتا همراه با یک زن یا مرد هست، اما نکته مهمی است که با شناخت کافی و اطلاعات کافی در رابطه با این ویژگی ها و تفاوت ها میتونیم مسئولیتی را به شیوه درست به پیش ببریم و رفتارهایی را خود بر اساس او تفاوت ها تنظیم کنیم که به انشالله به او شادکامی و خوشبختی در زندگی برسیم. نکاتی است که انشالله در ادامه صحبت خواهیم کرد بعد از دیدن میان برنامه. دوستان عزیز و ارجمند، ممنون از همراهی شما عزیزان. در خصوص تفاوت هایی که میان زنان و مردان هست صحبت کردیم و انشاءالله در ادامه هم در رابطه با این موضوع صحبت خواهیم کرد که چگونه به این تفاوت ها پی ببریم. همراه ما باشید، میان برنامه آمدیم نشست. دوباره خوش آمدید. در خصوص تفاوت‌های اخلاقی، رفتاری، فکری و ذهنی که در زنان و مردان وجود داره برای شما عزیزان صحبت کردیم. مشخص‌ترین و پر اهمیت‌ترین موضوعی که در ابتدا با او اشاره شد بحث این هست که آقایان بیشتر به کلیات یک موضوع و مفهوم می‌پردازن، اما زنان سعی بر این دارن که جزئیات مورد بررسی و مطالعه قرار بدن. در خدمت شما هستیم خانم احسان، سپاسگزارم که از صحبت های شما. فکر میکنم ریشه خیلی از این مشکلاتی که در جامعه ما هست به دلیل عمیق هست که عدم آگاهی لازم در رابطه با این تفاوت ها وجود نداره. بله، در ادامه بحث گذشتمون من یک نکته رو بگم. ما گفتیم که روحیه زنها حساس‌تر و عاطفی‌تر و مردها برعکس منطقی تر، شاید عقل‌گراتر باشن. ببینید توی زن توصیه‌ای که روایات داره، توصیه‌ای که آیات قرآن داره برای خانواده این هستش که عنوان میشه زن و مرد مکمل یکدیگر هستن. چقدر خوب هستش که همون خانم که ما میگیم شاخصه اخلاقیش حساسیت هست یا عاطفی هستش، او هم در کنار مردی که عقلگرا و منطقی هست تصمیم‌های زندگی را هم عقل و هم احساس و منطق کنار هم یکی جا بشن و مکملا تصمیم بگیرن، قطعا زندگی بهتر، رویه خوبتری به خودش میگیره. ما نفی میکنیم که تنها چرا قانون فقط احساساتیه یا عاطفی هستش، از اون طرف هم تنها عقلگرای، اما وقتی که مکمل همدیگه میشن قطعا در زندگی هم اون احساسات، هم اون عقلگرایی مرد، هم حساس بودن و عاطفی بودن زن در کنار هم همدیگه رو تکمیل میکنن، میتونن خیلی تصمیم های خوب و بهتری برای مسیر زندگی در مسیر رشد و بلندگی خودشون بگیرن و قطعا هم درست هستش. و خدای نکرده این باز هم نگاه آسیب شناسانه اگه داشته باشیم، این تنها نگاه مرد قابل قبول در زندگی، اون عقل گراست، بله اون من شاید از منطق بیشتر کار میگیره، شاید از استدلال بیشتر کار، این بله به تنهایی زندگی رو سخت میکنه. و گاهی اگر خانم ها شاکی بشن و عنوان بکنن که همسر من سخت گیره، میشه بگیم بله تا حدی. از اون طرف هم تنها احساساتی بودنم قطعا زندگی رو، اگر تمام تصمیم های زندگی بر اساس احساساتی بودن یا عاطفی بودن گرفته شه، صحیح نیست و درست نیست و قطعا شاید زندگی به راحتی دچار مشکل بشه. اما اگر در کنار هم بر طبق همون توصیه های قرآنی و روایی اینها مکمل هم باشن و بتونن پس هم در زندگی احساس جایگاه خودش رو داشته باشه و هم منطق و عقل، قطعا میتونن رویه زندگی رو رویه بهتری برای خودشون قرار بدن. چهارمین ویژگی یا خصلتی که میتونیم عنوان بکنیم، این ویژگی بیشتر شامل مردان میشه. مردان یه روحیه‌ای دارن که بیشتر تایید و تصدیق شدن را از سمت همسر خودشون یا خانم خیلی دوست دارن و خیلی میپذیرن. بیشتر دیدگاه روانشناسی این گونه عنوان میکنه. خیلی زنها هم از تعریف تمجید بدشون نمیاد، اما این روحیه شاخص مردان هستش که خیلی از تایید شدن و تصدیق شدن توسط زن
انرژی میگیره، اینطور بگیم، شاداب میشه، شاید تلاش خودش رو در مسیر زندگی بیشتر بکنه. اما خدای نکرده اگر خانم این روحیه مرد رو نشناسه که او چنین روحی، غالب مردها بر همین هستن، از تایید شدن خیلی خوششون میاد. پس خانم های محترم باید حواسشون رو جمع کنن، این روحیه رو حواسشون باشه و این گونه رفتار بکنن. خدای نکرده اگر مرد مورد تحقیر قرار بگیره، تایید نشه از سمت زن خودش، روحیه پرخاشگرانه ای میگیره، عیب جویش زیادتر میشه، رفتارش خشنتر میشه. پس انشالله که این خصلت مردانه مردان را هم زنان با دقت بکنن، تایید بکنن تو بسیار مرد خوبی هستی در زندگی من و من خوشحال هستم که چنین همسری مثل شما دارن، تاییدش بکنه. این روحی خیلی انرژی مرد رو مضاعف میکنه و میگم شادابی و نشاط تلاش بیشتر برای زندگی رو قطعا در پی داره. اما اگه از روحیه تخریب استفاده بشه خیلی پیامدهای نابجا و بدی داره. ان شاء الله توصیه میشه که ربطی هم اگر به بحث شاخصه های ذاتی و اون رفتارهایی که یک زن و مرد دارد، اگر به این موضوع هم ربطی نداشته باشه، روال یک زندگی مشترک و اون رابطه‌ای که میانه یک زن و مرد هست، وقتی کاری اگر انجام بدن که کار درستی هست، برخورد مناسبی هست، اگر مهر تایید بخوره که قطعا تلاش مضاعفی صورت میگیره برای اینکه بهبودی ایجاد شه و فضای امن‌تری در خانواده شکل بگیره، چه برای تربیت فرزندان، چه برای اداره امور و اصلا اون رابطه زناشویی که میانشان حاکم هست. یکی باز هم دیدگاه آسیب شناسانه اگه داشته باشیم، گاهی مثلا مردها میان همین شکایت رو دارن، من اینقدر برای زندگی تلاش میکنم و هیچ وقت همسرم از من نه تشکری میکنه نه منو تایید میکنه. و وقتی این مورد به خانم گفته میشه، میگه خانم چرا اینجوری هستی، وظیفش هست. و این دیدگاه دیدگاه درستی نیست و این نگاه رو نباید تو زندگی داشته باشیم. گفتیم، باز هم گفتیم، عدم شناخت اینجا هستش. تو روحیه مردانه مرد به اون تصدیق یا اون تایید خیلی سازگارتر هستش. پس بجاست، شایسته است، با اینکه وظیفش هم هست، توی خانم باید عنایت بکنی و حواست باشه که گاهی او رو مورد تایید و تصدیق قرار بدی، تشکر ازش بکنی و افتخار شاید بهتره بکنی بهش بکنی که چنین مرد خوبی در زندگی داری. مشکلات در همه زندگی ها هست، زندگی خالی از مشکلات نیست، اما مشکلات هم جزء زندگی است. اما سعی کنیم شناخت درست از اخلاق و خصوصیات داشته باشیم و به همون گونه که او یک مرد است، یکی از خصوصیات اخلاقش چنین هستش که تایید و تصدیق شاید براش خیلی انرژی او را و تلاش او را زیاد بکنه. ان شاء الله که این مورد هم خانم ها مد نظر بگیرن و این گونه عمل بکنن. پنجمین مورد یا خصه اخلاقی که عنوان میشه، زنها معمولا شنونده های خیلی خوبی هستن، بر طبق باز هم مرتبط بشه به بحث های گذشته، همونطور که گفتیم اونها جزئی نگرن، شنونده های خوبی هستن، برعکس مردا اصلا شنونده های خوبی نیستن. خب این هم یکی از تفاوت های اخلاقی زن و مرد، اون خصلت هایی هستش که زن و مرد هستن و برعکس هم دیگه هستن و متفاوت هستن. و باز هم اینو نگاه اینجوری هستش که تعبیرات سو حاصل میشه. وقتی که زن خیلی شنونده خوبیه، خب قطعا وقتی با مرد صحبت میکنه این توقع رو از مرد داره که او هم حرفاش رو دقیق بشنوه و خب مردها شاید گاهی حوصله‌شون سر بره، چون میگم مثلا باز هم برمیگرده به همون شناخت خصوصیت اخلاقشون. مردها این گونه نیستن، گاهی تعبیرات سوی دوباره صورت میگیره، خانم میگه خب به من توجه نکرد و حوصله من رو نداشت و خیلی تعبیرات شاید بدتر و آزردگی خاطری که ایجاد میشه، گاهی ممکنه حتی خیلی ایرادهای محکمی بگیره، بگه خب چرا تو این گونه هستی، در حالی که میگم ریشه در کجاست، اینکه اون اخلاق اون این گونه است. باز هم تاکید میکنیم اینکه خانم های محترم امکان داشته باشه حرفهای خودشون، گفتگوهای خودشون رو اهم و مهم کنن، مهمترها رو به اطلاع آقا برسونن که او هم بهتر شنواتر باشه، تا اینکه خیلی به جزئیات بپردازن که حوصله سربر باشه و آقا هم معترض بشه یا گوش کنه که باز ناراحتی به وجود بیاد. انشالله اینها رو هم مد نظر داشته باشیم. بعد یک روحیه دیگه هم که خانم داره خیلی عجیب هستش، مردها روحیه ای که داره خیلی تشریفاتی عمل نمی کنن، برعکس خانم های روحیه ای دارن، از تشریفات خوششون میاد، شاید خیلی تشریفاتی هم عمل بکنن. مردها ساده انگارترن در این بابت. نگاه بکنید، اگر قرار هستش یه خانواده یک مهمانی بگیره و یک عده مهمان بیان بخونه، قطعا خانم خیلی سعی میکنه، تمام تلاش خودش رو میکنه، خب من بهترین غذا رو بپزم و هی شاید به مرد هم نق بزنه چرا وسایل خانه من خیلی عالی نیست و تمام
خانم چرا اون چنین روحیه زنها غالبا دارن؟ از تشریفات، از تزیینات، از این جور چیزها خیلی خوششون میاد. برعکس مردا نه. الان اگر مهمانی به مرد بگه خب ما میایم خونت، مرد اصلا نگران نیست، میگه خب بفرما بریم خانه ما. و اگه الان ممکنه زن خیلی ناراحت شه چون خانه من تمیز نیست، آماده نیست، جارو نیست، وسایل مرتب نیست و خیلی، اما خب این روحی هم یعنی زن و مرد متفاوت با هم هستن، اصلا شبیه هم دیگه نیستن. گفتیم زن ها اون روحیه‌ای که داره خیلی بیشتر هستش که به اون تجمل شاید عنوان بکنیم، تشریفات، تزیینات خیلی توجه میکنه. نه مرد ها اصلا این چیزها براشون شاید کم اهمیت تر باشه. یکم بحث سرعت بدیم به بحثمون، شاید هفتمین مورد و ممکن هست چند مورد دیگه هم باقی مونده باشه. ما میخوایم که همه این موارد رو به دقت گوش کنیم و به اتفاق همه بینندگان عزیز خود، چون بحثی که مهم است به هر حال این هست که میان این خصلت ها یک تعادل و توازن ایجاد شود. اگر کاستی در مرد هست، به هر حال خانم وظیفه‌اش است که او را پر کنه و همچنین جانب مقابل. خب ادامه صحبت ها رو بشنیم تا اینکه به این موضوع مهم هم برسیم که هموطنان عزیز ما توجه داشته. هفتمین مورد اینه که مردان بیشتر اقتدار و قدرت رو دوست دارن و شاید از تحت نفوذ بودن زن اصلا خوششون نیاد. بیشتر بحثایی که میگیم سعی میکنیم از دیدگاه روانیش مورد بررسی قرار بدیم. برعکس زن این روحیه‌اش هم خیلی متفاوته. زن تحت نفوذ بودن مرد رو به راحتی قبول میکنه. همونطور که الان در توصیه قرآنی هم خب رجال و قوامون علی النساء مردان رو سرپرست زنان قرار داده، روحیه زن چنین هست، اون سرپرستی مرد رو میپذیره، اون نفوذ رو میپذیره، خیلی ناراحت از این نیست. البته باز هم مردان انشالله از این نفوذ و اقتدار و قدرتشون سوء استفاده نکنن که خدای نکرده به زن سخت بگیرن و سخت بگذره، اما مردان این نفوذ رو خیلی با روحیه‌شون سازگار نیست، بیشتر اون اقتدار رو قبول دارن، قدرت رو. باز هم به خانم‌های محترم توصیه میکنیم بر اساس این چیز که از لحاظ روانی این شاخصه اخلاقی رو مردان دارن، سعی بکنن اقتدار مرد خودشون رو در خانه حفظ بکنن که این بسیار سازنده هستش. چرا که وقتی او اقتدار مرد رو حفظ میکنه و احترامی که به مرد میگذاره، خب قطعا محبت در زندگی زیاد میشه، عاطفه شادابی و نشاط شکل میگیره و همچنین او الگویی هستش که برای فرزندان خودش، و فرزند هم یاد میگیره از مادر که احترام پدر را داشته باشه. وقتی مردها رو عنوان بکنیم سکان خانواده، خب او وقتی از اقتدار و قدرت خودش و جایگاه اصلی خودش برقرار باشه، قطعا ثبات زندگی بهتر هستش. و این توصیه هم از جمله توصیه‌هاییه که باز هم باید به خانم‌ها بکنیم که انشالله حفظ بکنن. بسیار با عرض پوزش سپاسگزارم که از صحبت‌های شما همینجا متوقف کنیم صحبت‌ها را خانم احسانی، و نکات باقی مانده را بگذاریم برای بخش سوم برنامه. دوستان عزیز ارجمند، به اتفاق یک دیگر دوباره شده میان برنامه‌ای باشیم. گزارشی هست در این مورد، نظریات هموطنان عزیز خواهد در رابطه با او ویژگی‌ها و تفاوت‌هایی که میان زنان و مردان هست ببینیم و بشنویم. بعد از او برمیگردیم به بخش سوم و پایانی برنامه. دوباره خوش اومدیم. بدون فوت وقت بریم سراغ ادامه یه صحبت ها. در خدمت شما هستیم خانم احسانی. به انزمامی که فکر میکنیم یکی دو مورد باقی مانده که باید بیان کنیم، میخواییم صحبتی داشته باشم در رابطه با این که به هر حال هر دو باید یک اقدامی کنن برای این که این تفاوت ها را بشناسن، درک کنن و احترام داشته باشن، تا این که رابطه زناشویی که تنظیم میشه و او فضایی که در واقع ترتیب میشه یک فضای مملو از شادی، موفقیت، صلح و آرامش باشه. به هر حال وقتی صحبت از تفاوت ها میشن نقص نیست، بلکه ممکن هست که جانب مقابل باید به شیبه درست پرتر کنم، یعنی خلایی که وجود داره. دو مورد میشنویم از زبان شما و بعد به این موضوع برسیم که چه کار باید کرد. من بحث رو جمع کنم در یک نگاه کلی که پژوهشگران و روانشناسان تفاوت‌های زن و مرد رو عنوان میکنن. کلن مردها را یک کم از زنان شاید بگیم اینطور عنوان میکنن که پرخاشگرتر هستن، زنها نرم‌خوتر هستن.
سیتیز جویی رو هم در مردان خیلی عنوان میکنن که باز هم بیشتر از زنان هستش، نه اینکه حالا سیتیز جویی یا مثلا پرخوشگری اصلا در زن وجود نداره، نه وجود داره، اما مردها بیشتر پرخوشگر سیتیز جویی هستن. زنا داره یک روحیه این که شاید ترس در وجودشون خیلی زیاد هستش، مردها اصلا این گونه نیستن، کمتر، باز هم میگم کمتر هستش این ترس. ببینید ما زن رو اگه در حالت صورت در نظر بگیریم، ما خیلی به راحتی ترس، خشم، تعجب، آرامش، استراب، لذت و خوشی، همه اینها رو میتونیم از چهره یک زن ببینیم، اما شاید همین مرد هم در وجودش ترس گاهی باشه، استراب، خشم، همه اینها رو مرد خونسردتر هستش. ما از حالتهای صورتش غالبا، بازم میگم شاید در جامعه جزئی افرادی باشن که اینها باشن، اما غالبا خونسردترن و ما نمیتونیم اینها رو، یعنی از چهره یک مرد به راحتی بفهمیم آیا او خیلی او خونسردتر، آرامش خودش رو بیشتر حفظ میکنه، و زنها چنین نیستش. دوچار تغییراتی که توی چهره در مردان، ما نمیفهمیم این تغییرات رو. یک چیز دیگه هم خیلی جالب هستش، حس حسادت رو هم گفتن، باز هم پژوهشگران گفتن در زن و مرد یکسان هستش، مردها هم حسودی رو دارن، اما زنها باز هم در چهرهشون این حسادت یا در رفتارشون خیلی نمایان‌تر هست، مردها مخفی میکنن. اینها ویژگی‌های کلی اخلاقی، خصوصیت اخلاقش، خیلی دیگه نرفتیم توی مباحث جزئی، سعی کردیم شاخصه‌ها رو توی مهمترین‌ها رو عنوان بکنیم. اما خب خیلی زیبا گفتید، خیلی من از استفاده کردم که گفتید این چیز، خصلت‌های اخلاقی یک نقص نیست. بله یک نقص نیست، اینها ویژگی‌های خصلت‌های اخلاقی که شاید فطرتاً و ذاتاً در وجود زن یا مرد وجود داره. پس خیلی زیباست، اولین نکته، اولین توصیه ما این هستش که این شناخت زن و مرد از همدیگه، همین خصوصیت اخلاقی رو انشالله که همدیگر رو بشناسن. حالا چگونه بشناسن؟ اولین، باز هم اولین توصیه میکنم انشالله که صدا و سیمای ما انشالله بتونن، رسانه ها، این وظیفه رو به خوبی انجام بدن، برنامه های چینینی داشته باشن که این شناخت‌ها از طریق تلویزیون، شاید فکر می‌کنم رسانه، بهتر خانواده‌ها بتونن استفاده بکنن. حالا اگر توصیه دوم، اگر اهل مطالعه هستن میتونن از طریق مطالعه کتاب‌هایی که در این رابطه نوشته شده، تحریر شده، استفاده بکنن. و گاهی حتی بدترین وضعش اگه در نظر بگیریم، گاهی اینقدر زندگی دچار مشکلی شده، شاید همین عدم شناخت، مراجعه بکنن به مشاوره‌ها. ان شاء الله تمام اخلاقیات خودشون رو هم به مشاور بگن و اخلاقیات همسرشون رو هم بگن، قطعا مشاور راهنمایی میکنه و آگاه میکنه که چگونه تعامل بکنه، چگونه برخورد بکنه که بتونه مسیر زندگی رو بهتر قرار بده و اون تعامل و سازندگی رو بهتر انجام بده. انشالله که این سه تا توصیه هم بتونن عملی بکنن، قطعا موفق میشن. در یک جنبندی که از این مباحث داشته باشیم، باز هم فکر میکنم این توصیه ها خیلی لازم هست. چند تا توصیه میکنم که انشالله علاوه بر شناخت بتونن اینها را اگر رعایت بکنن، قطعا مسیر زندگی، مسیر شادکامی، خلاقیت، شکوفایی، بالندگی رو حتما حتما به تصویر میتونن در زندگی بکشن. خیلی مهم هستش اینها. اولین توصیه که ما میکنیم به زن و مرد، میگیم که قطعا حسن خلق داشته باشن در زندگی. اینقدر ما پای لسان روایات و قرآن، چیزی که بسیار توصیه شده به زن و مرد، که در زندگی سعی کنن رویهشون بر رویه باشه که حسن خلق رو جدی بگیرن و رعایت بکنن در زندگی. من خیلی سعی میکنم اصلا توضیح ندم اینها رو، مباحث رو به طور کلی مطرح کنم. دومین مورد، همیشه سعی کنیم گاهی در زندگی ایجاد، علاوه بر اون شناخت ها، ایجاد یعنی رویه زن و مرد بر این باشن که به دنبال تفاهم باشن، نه اینکه عدم تفاهم. گاهی در زندگی ها الکی، لجبازی های الکی، شاید توقعات زیاد، نه، وقتی اون چی رو که به زندگی آسیب میزنه، خب رویه تفاهم نیست. سعی کنیم گذشته ها، اقماس ها، نادیده گرفتن ها، کمتر بهانه جویی کردن، تمام اینها رو در پیش بگیریم تا انشالله که به اون سلامت واقعی زندگی بهتر برسیم. بازم یه نکته ای که خیلی توصیه میشه، احترام گذاشتن، باز هم دیدگاهمون، نگاه متقابل، سعی کنن زن و مرد به همدیگه احترام بگذارن، این احترام هم در متقابلا باشه، هم زن با دیده احترام به مرد بنگرد و هم مرد به زن.
این نوع رویه احترام گذاشتن قطعا زندگی رو خیلی آرامش در زندگی، شاید نشاط و تمام خوبی ها رو در زندگی شامل میشه. همون گونه که گفتیم گاهی بد اخلاقی کلید همه بدی هاست و خوش اخلاقی کلید همه خوبی هاست. احترام گذاشتن هم متقابلا همون رویه داره، خوبی ها و نشاط رو در زندگی، سر زندگی رو به وجود میاره. یکی روحیه مهرورزی، توصیه شدیدی که روایات داره که مهرورزی داشته باشن نسبت به هم، پدر، مادر، فرزندان و همه اینها داشته باشن. انشالله قناعت پیشه باشن در زندگی و از همه مهم روحیه شکرگزاری را در زندگی ایجاد بکنن و بابت داشته ها حتی اگر کم هستش، اگر این روحیه شکرگزاری را در زندگی داشته باشیم قطعا میتونیم سلامتی خوب و شادی. خیلی ببخشید برد پوزش خانم احسان، سپاسگزار میکنم از صحبت های شما. ظاهرا که دیگه هیچ فرصتی برای ادامه صحبت باقی نمونده. موفق و معید باشید دوستان عزیز ارجمند. تکرار این برنامه میتونید فردا رأس ساعت 8 صبح ملاحظه کنید. برای همه شما از اوقات خوب و خوشی آرزو میکنم. خدا نگهدار.